اعتراضات اخیر ایران ما میدونیم که هنوز در جاهایی ادامه داره، به خصوص میدونیم که اعتراضات زیادی بوده جلوی زندان اوین و در اعتراض به تمام کسانی که بازداشت شدن. یکی از نمایندگان دولت گفته که بیش از 3700 نفر بازداشت شدن، 22 نفر کشته شدن تو این اعتراضات. تو خود زندان ها ما میدونیم 3 نفر الان کشته شدن تحت شکنجه. یعنی واقعا وضعیت وخیم، شروع کردن سرکوب کردن، ولی در این حال میبینیم که اعتراضات هم ادامه داره. هنوز اخبار اعتراضات تو ایران فراوونه. فقط با سرکوب وحشیانه است که خیال میکنن میتونن جلوی این اعتراضات رو بگیرن. این اعتراضات پایان ناپذیره به خاطر زمانی که جمهوری اسلامی است. این فقط امید و آرزوی ما نیست، این واقعیت روی زمینه که جمهوری اسلامی با تک تک مردم ایران منافات داره، وجود جمهوری اسلامی با زنده موندن مردم منافات داره. مردم دیگه چیزی ندارن از دست بدن، واقعا چیزی ندارن از دست بدن، به خاطر نفس کشیدن، به خاطر زنده موندن حتما با این رژیم وحشی می جنگن. و نمونه شو می شیدید، دروغ میگن تو روز روشن. یکی از سرداران نظامی جمهوری اسلامی گفته ما تازه اسلحه‌هامون رو بیرون نیاوردیم و اگر می آوردیم این وضعیت اینطور نمی شد. این دروغ بزرگیه. اینا 20 نفر رو تو تظاهرات با گلوله و آتش اسلحه کشتن توی خیابونای ایران. این عملی جلو مردم رو نمیگیره. مردم اعلام کردن که جمهوری اسلامی نمیخوان و این دوره کاملا نشون میده که این پایان جمهوری اسلامیه. و حتی دیدیم ویدیوهایی الان دیدیم از اعتراضاتی خود جمهوری اسلامی سازمان داده. میدونیم که شعارهایی که گفتن مردم بگن، برعکس مثلا دیدیم جوانایی که شاگردایی که دارن برعکس اون چیزی میگن که جمهوری اسلامی خواسته. دقیقا. سینا غنبری، وحید حیدری و محسن عادلی 3 نفرن که جونشون از دست دادن توی زندان‌ها، حتما هم تحت شکنجه بوده. جمهوری اسلامی داره میگه بعضیاشون خودکشی کردن. ما میدونیم این واقعیت نداره و نگران خب وضعیت، سلامت و زندگی کسانی هستیم که بازداشت شدن. هزاران نفر الان بازداشت شدن و تحت شکنجه، و به خصوص یاد مثلا جاهایی مثل کهریزک آدم میفته و خطری که برای این بازداشت شدگان وجود داره. اینا گروگانه های مردم ایران هستن در چنگال جمهوری اسلامی. اعتراضات برای آزادی اینا ادامه داره جلوی زندان اوین. تظاهرات هر روزه هست. این قطعه رو ببینید که نشون میده لحظه ای از اعتراض مردمه که در نتیجه تونستن ادهی رو آزاد بکنن و این جنگ ادامه داره. یکی از اتفاقاتی که چند روز اخیر اتفاق افتاده، حضور شاهرودی رئیس سابق قوه قضایی ایران در آلمان بوده که وقتی مخالفین جمهوری اسلامی فهمیدن سریع سازمان دادن تظاهرات بر علیه این چهره واقعا منفوری از جمهوری اسلامی که وجود داره و به تظاهرات شروع کردن. و نشون دادن این چهره به دنیا، یعنی این فقط یکی از رهبران جمهوری اسلامی، پرونده این
آقا رو باز کردن و نشون دادن که جمهوری اسلامی از چی ساخته شده، بنیانهای جمهوری اسلامی از چی ساخته شده، خیلی مهمه. دقیقا. مثلا میبینیم که خب مینا احدی یکی از سازماندهندگان اعتراضات بوده و ایران تریبیونال هم پرونده ای آماده کرده بود که و درخواست کرده بود که دادگاه های آلمان ایشون رو به عنوان یک کسی که جرم علیه بشریت انجام داده اینو بازداشت کنن و محاکمه کنن. دقیقا. و واقعا وقتی نگاه میکنیم تک تک سران رژیم رو ما میتونیم به خاطر جرم علیه بشریت و مردم ایران اینا رو بازداشت و محاکمه کنیم. دقیقا. نگاه میکنیم به پرونده شاهرودی که تای همین چند روز آماده شد و تحویل دادستان دادگاه های آلمان داده شد، نشون مقدار جنایتی رو که ایشون کرده توی این مدتی که تر کار بوده رو غیر قابل تصوره، که همجنسگران کشته، بچه های زیر 18 سال رو به دار بزن کرده، کهریزک مسئولین بوده، خانمی رو که خانم کاظمی رو که عکاسی بود از کانادا رفته بود ایران کشتن در زندان اوین، و میبینی اینا تصویر واقعی جمهوری اسلامیه و دفاع کردن و کمک کردن به ادامه شاهرودی و حکومت شاهرودی و خامنه ای و خمینی و این اراذل و باش اسلامی چه زندگی مردم رو واقعا سیاه میکنه. و مهمه که از ادامه این کمپین دست همه که دست اندرکار و هر کسی که هر چقدر تونسته کمک کرده رو واقعا فشرد، و به این خیلی واقعا لحظه خیلی خوبیه، به خاطر اینکه اولا جمهوری اسلامی و رهبرانش رو بهشون اختیار میده که خارج کشور و هر جای دنیا باشن دنبالشون رو میگیرن و پرونده هاشون هست. یه سری هستن توی اروپا، برای مثال جرمی کوربن، نشریاتی مانند گاردین، بخشی که چپ خودشون رو حساب میکنن، ولی وقتی میاد برای دفاع از چپ، از طبقه کارگر، از مردم ایران، همیشه حامیان جمهوری اسلامی هن. و همیشه دارن سعی میکنن جلوه بدن اینه که این اعتراضات ایران فقط در مورد یه خورده فساد و فقره ولی علیه جمهوری اسلامی نیست. ولی خب چیزی که مشخصه به طور ابجکتیو میشه دید از شعارا، از نوع اعتراضات که علیه کلیت جمهوری اسلامی بود، مشخصه که مردم ایران نه فقط نون میخوان، نه فقط کار میخوان، بلکه آزادی میخوان و حکومت اسلامی هم نمیخوان، حکومت مذهبی نمیخوان. و در واقع این دفاع این سازمان ها، این رهبران کشورهای اروپایی، بعضیشون علنی میگن به خاطر منافع اقتصادی ما با ایران نمیخوایم بجنگیم، بعضی سکوت میکنن، سکوت خانانه، مثل کسی مثل جرمی کوربن. بعضی ها میان دفاع ازش میکنن، میگن مسئله ترامپ و مسئله روابط بین المللی دنیاست و در واقع مردم ایران مسئله اقتصادیه، مسئله اینه که خب ما خوب مدیریت نشده، اینو میشه داوست کرد، ولی حاضر نیستن دست بزنن به چارچوب جمهوری اسلامی. تمام اینا، اونا که سکوت میکنن، اونایی که علنی میگن و اونایی که میگن مسئله انقلاب و اعتراض مردم به حکومت اسلامی نیست، همشون در واقع اون سازمان اصلی طبقه حاکم دنیاست به جمهوری اسلامی نمیخوان دست بزنن. دقیقاً. و به علیه مردم ایران هستن و در واقع به علیه مردم ایران عمل. و وقتی نگاه میکنیم حتی پرونده شاهرودی، بالاخره وقتی یه درخواستی هست برای بازداشت یه نفر و برای محاکمش، نمیتونین همجوری بذارین فرار کنه. مثلا برای شاهرودی میگن که خب مثلا حمایت دیپلماتیک داشته، دولت آلمان نمیتونست کاری بکنه، ولی شاهرودی برای بیمارستان شخصی، سفر شخصی داشت، ربطی نداره به حمایت دیپلماتیک. و جدا از این، وقتی که یکی اتهامش جرم علیه بشریت، دیگه این ربطی به حمایت‌های دیپلماتیک نداره. هر دولتی موظفه که این آدمو بازداشت کنه و محاکمش کنه. همین که اجازه دادن فرار کنه نشون میده که دولت‌ها حاضر نیستن جلوی جمهوری اسلامی بایستن. چیزی که مشخصه اینه که مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان. حالا شاید فردا نندازنش، پس فردا نندازنش، ولی آخرای جمهوری اسلامی رسیده دیگه، خیلی مشخصه. چیزی که اتفاقا جمهوری اسلامی نگر داشته همین دولت‌های غربی هن، کسایی که هی براش بهانه میسازن و جلوش نمیستن و ازش حمایت میکنن، حمایت به اشکال مختلف، سکوت خائنانه، نوشتن این که مسئله انقلاب و مسئله اسلام نیست و اینکه مستقیما ازش دفاع میکنن. همین روزی رو که
ایشون داشت در میرفت، همونجا ظریف رو در اروپا آوردن سر باش مذاکره بکنن، از باریس جانسون گرفته با نمایندگان اروپا، تمامشون دست به دست هم دادن و دفاع میکنن از حکومت اسلامی، ولی جمهوری اسلامی پایان کارش رسیده و دیر نمونده که مردم نه تنها نفس آزادی بکشن، بلکه پرونده جنایت اسلام رو در ایران و خاورمیانه باز کنن و جلوی چشم دنیا بذارن.